Spread the word. Spread the word یعنی پخش کردن حرف. حرف رو پخش کردن. حرف رو این بر اون بر گفتن. حرف رو به همه رسوندن. یک پیام مشابهی رو، یک پیام یکسانی رو به افراد مختلف برسونیم. این رو بهش میگیم to spread the word. یه مثلا میتینگ هست میخواد برگزار بشه یا اعلام شده حالا میخواد کنسل شه یا هر چیزی مانند این، میگیم که آقا مثلا این کنسل شده، لطفا به هر کی رسیدین خبر بدین. The meeting's canceled, so if you see anyone, spread the word. میگیم if you see anyone, spread the word that the meeting's canceled. شما اگر که میگید پیش از اون گفتید که داستان چی هستش، مثلا برنامه کنسل شده، هر چیز مانند این، وقتی میگید spread the word، این word برمیگرده به کنسل شدن داستان. این قشنگ مشخصه برای شنونده ما، مشخصه. نمیخواد کامل توضیح بده که چی هست، میگیم spread the word. اونا میدونن word حالا اینجا چی هست، کنسل شدنه یا برگزار شدنه یا به جابجا شدن زمانش، هر چیزی که هست. اما اگر میخوایم حالا مثلا بگیم نمیدونه داستان چی هستش و خواهیم پس از spread the word بیاریمش، یه that اینجا ما نیاز داریم. Spread the word that the meeting's cancelled. Spread the word that the meeting's postponed. اون جلسه به وقت دیگه افتاده، به عقبتر برگزار میشه هر چیز. به این میگیم چی؟ پخش کردن پیام. وقتی مثلا حرف از پخش کردن حرف و اینها میشه توی زبان ما یا توی حالا بگیم توی فرهنگ ما، یه حالت منفی داره حرف پخش کردن. مثلا بری پشت سر یکی بشین حرف زنی، حرف پخش کنی، اینها این مفهوم توی انگلیسی نیست. ما وقتی میگیم که مثلا حرف رو پخش کنی، منظورمون پیام رسانی، آگاهی دادن و اینجور چیزها هست توی زبان انگلیسی. و نمیگم بگیم که طرف فلانی رو دیدی، واه واه واه، spread the word. بگیم که مثلا وقتی در رابطه با خبرچینی کردن و نمیدونم بیای بری نمیدونم زیر آب بزنی و اینها داریم حرف میزنیم، اینها رو با spread the word همچین نمیخونه. درسته اونم حرف یکسانی رو به همه رسوندنه، ولی این قضیه توی زبان انگلیسی یا توی فرهنگ، توی فرهنگ نیستش که مثلا بیای. در واقع اگر همچین چیزی اتفاق افتاده باشه، شما باید از اصطلاحات خودش استفاده کنید و بگید که نمیدونم پشت سر من حرف زده، پشت سر فلانی حرف زده. اون یه داستان دیگه است، یه حرف دیگه است. پخش کردن حرف معنیش معنی بد نیست. پخش کردن حرف، پخش کردن خبر یه کانسپت مثبت هستش و با خبرچینی کردن اینها اصلا داستانش جدا هست. اون اصطلاحات خودشو داره که به زمانش اون هم ویدیوش به دستتون میرسه. مانند نمونه put word into one's mouth یا in one's mouth که داشتیم، حرف دهن کسی گذاشتن، یه مورد دیگه داریم، مورد مشابهی رو داریم. اینه که میگیم چی؟ میگیم to twist one's word. twist یعنی چرخوندن، پیچوندن. اوکی؟ پیچوندن داریم توی زبان خودمون، میگیم طرف پیچوند، یعنی که بیام حرف یکی رو برگردونیم. و این هم همون حالت یه تعبیری کردن هست، یه جور دیگه ای رو بهش نگاه کردن هست و همون حرف توی دهن گذاشتن. مثلا ما یه چیزی رو داریم میگیم، بعد اون میاد یه جور دیگه به یکی میرسه، میگم hey, don't twist my words, that's not what I meant. حرف منو نچرخون، من حرف منو نپیچون، این اونی نیست که من منظورم بود، این اونی نبود که من گفتم. This is not what I meant. Don't twist my words. حرف منو نپیچون، حرف منو یه جور دیگه تعبیرش نکن. To twist one's word یعنی حرف یکی رو بپیچون، یه جور دیگه مثلا تعبیرش کنی و همون دوباره میشه حرف توی دهن گذاشتن. این twist هم واژه‌اش یعنی همون چرخاندن. اوکی؟ مثلا میخوام از یکی حمایت کنیم، میگیم که listen, you're not listening to what he's saying, you're twisting his words, listen what he says. میگیم که آقا شما به اون چیزی که میگه گوش نمی کنی، گوش کن ببین چی میگه، داره حرفش رو بر میگرد. این میشه حرف برگردوندن، حرف رو چرخوندن، پیچوندن.